دلهاتون سبز باشه و شاد و خوش و خرم و سلامت باشید. به من مازیار همکارم شهیدا از همتون تک تک شما خدا بزنید. خداحافظ 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 قربان شما خداحافظ. ما عزیز از اتاق فرمان و آقای فوزباشی از قهر. آقای کاری ادم بلا زینا رو بیرون بابا جون. ایشالله. چیو کار بردانی هستی تو؟ و دلهاتون سبز باشه. آقای نیما کارگردان فنی ما اینجا دست. از دست اون آقای دیجه میران راحت شده اردیم گیره اینا این بچه بچه ها. بله عزیزان. حالا آقای فوزول باشی دیجی مهران امشب میرسن بالاخره دیجی مهران من این دیجی مهران بیرون کردم دیگه دیجی مهران مهران بهران نداریم ما اینجا هر جای این جهان که هستید خدا یار و همراه شما شب بخیر دلهاتون سبز و سلامت باشه خدافظ دلهای سبز آو خوبی از شیدا و مازیار خسته نباشید آی کارمردان دور باش یه بار دیگه باید هست کنم برسه دوار بارم پخشش بکنم آن چی آرمیه پخش بکنی همهش هم گره زدن دادن به من شیش قرار بود که من اینجا باشم اینجا بودم بله ساعت سر ساعت شیش خیلی ببخشید که من سر وقت اینجا بودم خیلی خسته شدم میدونی آخه امروز فضولی کم بود برای همین که من سر وقت اومدم آخه من قرار نیست هیچ وقت سر وقت بیام چون که فضولی اونجا خیلی زیاده اون دور و برا همه همش فضولیه منم باید فضولی بکنم
فوزی رو بردن جهنم گفت هیزومت تره نخه خره بله به حال من نه جهنمی رو نه جایی همینجا میمونم موی دماغ شما بشم موی دماغ همین شما همین که داری گوش میکنی ها همین که داری که الان نشستی داری میخندی بله حالا ببین من موی دماغی که شدم وقت گریه اون کاری گریه بله خیلی وقت بله خب من قرار نیست هیچ وقت سر وقت بیام اینی که دیگه حالا این دفعه چون که هیچی شد فوزولی کم بود رفتم تو شهر هرچی چرخیدم ولی من خیلی اعتراض دارم ها اعتراض وارده بله اعتراض وارده هر کی میگه خارجه من میگم وارده این آقای رادیوچی ها این آقای چیه هیچی میگن بهشون صدای روز بله ولی برای اولین باره که دارن صدای منو روز پخش میکنن روز همیشه شب پخش میکردن نصف شب که منو کسی نشنوه اما میشه که این دفعه یه ذره فهمیدن که من ناراحت شدم ممکنه قهرمر بکنم قهرمرم که میدونین دیگه خداش خود رو خبر داری بنده آقای ارادت الله خان فضول باشه اگه قهر بکنم آه. یعنی دیگه دنیا رو آب برده خلصه مثل اون موچه یادتون موچه رو بهتون گفتم بله اینا اینی رادیویی ها ازشن یه آگاهی تجاورتی بر خودشون زدن اسم آقایون و خانم های گندمانده های این شهر رو روش درازا و مبلنده و وقت کتاها و اونم سیمین قلوفته ها رو همه رو خلاصه هرچی خودشون تونستن اینجا پر کردن تو این تو روزنامه روزنامه هم نیست تازه هفته نامه هست بیگن روزنامه اصلا هم روزنامه نیست این هفته میخواهم خانم آقای این هفته چون میار میگن روزنامه اینا همه چی رو عوضی میگن هیچی بلد نیستن اینا اومدن یه آگهی و همه ورشن اینجا هر گوشه یه دونه چاپ کردم گنده چارگوش و برای من یه دونه زدن بیزه یه بیزه اون وسط زدن یه گردلی کوچولو اون وسط زده و فوزول باشی آخه فوزول باشی یعنی چی آقای فوزولی باشی اولا که آقای فوزولی اولا که ارادت الله خان فوزولی باشی حالا ما گذشتیم ارادت الله رو علیشیم گفتیم ارادت خیلی خوب ارادت ما خیلی خوب چون ارادتمندم خیلی نسبت به همه عزیزان شنونده و ناشنونده من خیلی چیزم ارادت دارم بله ولی اصلا ندارستم که آقای فوزول باشی این آقای فوزول باشی نه فوزول باشی آقا فوزول باشی کشمیش هم دم داره دم هر هیچ یه چیزی به تشم هست این فوزول باشی چه چی؟ آقا تازه نوشتم که تهیه و اجرا و علامت سوال بله خودتون حد بزنید علامت سوال آخی یعنی چی علامت سوال دوتام علامت سوال زدم برای من تهیه و اجرا بنده اسم دارم، رسم دارم، موقعیت دارم، شخصیت دارم آخه این چه بساطیه بنده خانم آقای این شنوندگان عزیز بهتون اسم خیلی میگم سلام میکنم بله سلام عرض کردم ببخشید اینا منو عصبانی کردم من یادم رفت سلام کردم فکر کنم سلام هم کردم خب چه فرقی داره من 100 دفعه هم میتونم سلام کنم میتونم مثلا سلام هم نکنم یعنی هر جور که دلم بخواد دیگه به من مربوطه به هر حال اینا با من خوب نیستن خواهش میکنم شما با من خوب باشید به من تلفن بکنید به من نه به این آقای مجری آقای مجری خودشون که مجری آقای جرمی به این آقا تلفن نکنید به من تلفن بکنید 419-250-09-905-882-95-95 به من تلفن بکنید این دو تلفن های بنده است اینجا من با شما حرف میزنم یه حرفای خوب میزنم که هیچ کس تا حالا نزده باشه بله حالا این آقای کارگردان همینطور دهنش وامونده چشاش هم اینطوری گشاد همینطور من داره نگاه خیال میکنه که آدم سایی ندیده تو موندش خب آقای کارگردان اینقدر منو زل نزن نگاه کن یه نوع آهنگ پخش کن آهنگ خوب بله عزیزا بله مرسی بری برباش یه دونه آهنگ داریم سکینه اونو داشته بشت من تبازه که کردم یعنی در اون همه تو دویست داره آهنگی بسکاری کنم بعدنش
با تلفن به تلفن دستی من زنگ بزن که تو اونجا یه نفر مثلا زنگ بزن من الان شما هم تلفن به بعدا بگیرم. خب کجا بیدیم؟ این رفت عزیز سلام، عصرتون بخیر. ساعت 6:15 بعد از ظهر روز یک شنبه 4 آوریل. آقای کارگردان بله 4 آوریل اینجا توی استودیو نشستیم، برنامه آقای فضل‌پاشی رو بنده اجرا میکنم، با اینکه ایشون مزاحمت و دردسر بر من زیاد داره، ولی به هر حال من تحملش میکنم به خاطر شما. زمان برنامه‌مون تغییر کرده، ما رو از نصف شب آوردن به وسط چندم روز، الان نمیدونم چی میگم، غروب و عشا آوردن وسط روز. فکر کنم متوجه شده بودن که ما اونجا احتمالاً شرمندگی زیادی داشتیم، احتمالاً ما رو یه مقدار کات بک کردن، ممکنه که ما رو دماغمون میگه کمی احتمالاً سوزونده باشه. به هر حال
اینا همه کارن و ما هیچ کاره مجبوریم که سازشون برخصیم. برنامه زیادی براتون امروز ترتیب دادیم منظورم که آقای فضولباشی و بنده آقای ماجری دو ساعتی باتون هستیم بین 6 تا 8 غروب. برای اونه که ایران هستن من فکر کنم ساعت 7 و 10 دقیقه صبح ایران الان با اون سر مال ایران مال اسپانیا مال کجاست فیچی یه ساعتی زدن اینجا 7 و 10 دقیقه نشون میده. به هر حال هرچی هست مال یه دنیای جای دنیا هست 7 و 10 دقیقه خلاص اونه که 7 و 10 دقیقه است دارن با صبح حتما گوش میکنن صبح بخیر میگیم به اونایی که نصف شب دو نصف شب بودن تو ایران احتمالاً سلام میکنیم نصف شب به خیر میگیم امیدواریم که ساعت خوبی داشته باشه خوشی داشته باشید. اگه آقای جناب آقای فضولباشی بذاره یه سری برنامه رو ما خدمتون اعلام میکنیم که چی کارا میخوایم برای شما بکنیم. خیلی کارهای مهم و گنده‌ای میکنیم ما تو این استودیو واقعا ولی بهتون قول نمیدیم که این برنامه واقعا خیلی بتونه خاطر شما رو راضی بکنه و خوشحال بکنه و نمیدونم از این حرفا که همه برنامه ها میزنن. به هر حال برنامه هایی که داریم من روسش رو براتون اعلام میکنم. روس برنامه به این ترتیب است که به ترتیب میرزمی یه مشت کاغذ پاره و روزنامه پاره و نمیدونم همین اینا جلو من ریخته من از روی اینا همینطور برابر برای شما اجرا میکنم اگر آقای فضولباشی بذاره. به هر حال برنامه به این ترتیبی که بعضی ها پول میگیرند نمیذارن کار انجام بشه بعضی ها پول میگیرن که کار رو انجام بدن. در مورد این صحبت میکنیم مطلبه رس روس مطلبه بود رانندگی کردن همشهریان ایرانی در تورنتو بخشی از چیز هست معجزات خنده. همینطور که گفتم من مطالبی رو از هر جایی که دلم بخواد در میارم. آقا جون مگه شهر هرت شما هر جایی که دلتون میخواد در میاریم از هر جا میبریم میدوزیم مگه اینجا صاب نداره که شما همینطوری هر کاری دلتون میخواد بکنین باید اجازه بگیرین کتبی باشه فلان. بله من مطمئنم که باید اجازه گرفته بشه هر مطلبی از هر جایی که در میاد باید اجازه نامه داشته بشه به قول خارجی‌ها کپی رایت داشته باشه. ولی خب آقای عزیز اونا کپی رایت نمیگیرن ما هم نمیگیریم. اونا از هر جایی که دلشون میخواد برمیدارن مطلب رو چاپ میزنن میخونن میرسن ما هم میکنن. به هر حال برنامه ما در مورد معجزات خنده است و خلاصه چطوری بهتر میشه احساس خوشبختی کرد و آقای مایکل مور فیلمساز آمریکایی که به حضرت بوش گفت شیمان یو بلات مسئله بنده نیست بنده چنین جسارت ها و چنین جرأت رو ندارم نمی کنم و نخواهم کرد ولی خبره ما میخونیم بعد راجبش هم حرف میزنیم. موضوع نفت مجانی میشود نفت مجانی شد یا باید بشود راجبش صحبت میکنیم. بنزین ارزون در تورنتو راجبش حرف میزنیم. عرض کنم که برنامه‌ای داریم به نام وارونه یعنی حرفی داریم به عنوان وارونه راجبش حرف میزنیم و همینطور که من الان گفتم قبلنم گفتم بعدنم خواهم گفت بارها خواهم گفت بازم خواهم گفت اینه که مطالب رو من از هر جا یعنی من که ببخشید من مجری برنامه هستم یعنی فوزی باشی از هر جایی که دلش بخواد مطالب رو جمع میکنه میاره بدون ذکر مأخذ بدون ذکر مرجع به دلیل اینکه مطالبی که چاپ میشه یا بیشتر گفته میشه مأخذ و مرجعش گفته نمیشه اکثرا و یا از روده خودشون در میاره. اینکه ما هم این آقای فضولباشی هم میگن که من هرچی رو از هرچی که گیر بیارم اعلام میکنم صحبت میکنم راجبش میام به شما میدم اجرا بکنیم. منم چون مجری هستم باید اجرا کنم من مأمورم و معذور بنابراین از ما نخواهید بخوایدم به جایی نمیرسید از ما به ما خورده نگیرید بگیریم به جایی نمیرسه برای اینکه من که زورم به آقای فضولباشی نمیرسه فکر نکنم شما یه هر کس دیگه یه زورش به ایشون برسه.
بنابراین شما یادتون باشه که به ما هیچ ایرادی ندیدید. خب پس بنابراین بذارید این آقای فضول باشی کارشو بکنه. باریکالله باریکالله، خیلی خوشم اومد از این فهمیدگی شما. البته میدونم که این استثنایی شما به این فهمیدگی که الان حرف میزنید، اینو بازم حرفای کسی دیگه است که داره تو دهن شما میزنه. میفهمم، خودم بلدم اینا رو. بله ایشون درست میگن شرمندگان عزیز. جناب فضول باشی، شرمندگان نیست، شنوندگانه. لطفا خواهش میکنم که اینو اصلاح کنید. در صورت برنامه گفتم در مورد نفت و بنزین و اینا بدام پیدا میکنه و مطلبی رو داریم بعد برای در صحبت از صدام حسین اومد و مطلبی هست به نام گاو. اینه که از آقای کارگردان میخوایم که یه آهنگ درست حسابی پخش کنیم. قبلی یکی اصلا ما نفهمیدیم چی بود، بعد با شما رو صحبت کنیم. مرسی. تلفن های مکتی تیفلون های مکتی تیفلون های مکتی شنوندگان عزیز، شماره تلفن ما 416-250-09-905-882-95-95. بار دیگر تکرار میکنم 416-250-09-905-882-95-95 هستش. با ما تماس بگیرید. اگه نمیتونید تماس بگیرید بیاید اصلا استودیو اینجا 55 گلن کامرون طبقه دوم اتاق 206 مستقیم بیاید تو با آقای فضول باشی حرف بزنید اگه جرأت شده. به هر حال با ما تماس بگیرید، گوشهایی رو که لازم به ما گوش زد بکنید، گوشهای فضول باشی رو قراره بکشید با ما تماس داشته باشید. ما شما رو دوست داریم، امیدوارم شما ما رو دوست داشته باشید. زمان الان بهتر از دیشبه اینجا بلنگه حتی رو بازه نه؟ فرقی میکنه در چیز؟ در صداشه نه؟ اگه دیگه اینجا که این داره نطرف نه داره از دیگه خود این که دوتاشو به توی راحت بشه چیز تو سوز من باید ببینید من چیز میگم
من تا اونی که شما میخواد نخونم از اینجا نمیرم پایین. باریکلا آقای قاسی، باریکلا آقای قاسی، عجب حرفای خوب و مهمی میزنه. آفرین آفرین، این آقای آقاسی واقعا آقاسی بود هست. مطلب خیلی مهمی رو من از روده خودم بافتم، یعنی از تراوشات مغزی من. معروف است که حکومت‌های دیکتاتوری زورگود بمتونم و مزاحم حقوق بشر برای اینکه مردم داخل و خارج کشور خودشون رو کنترل بکنن و با اونا اونطوری که لازمه رفتار بکنن، معمولاً عواملی دارن که این عوامل رو در استخدام میگیرن و به اونها پول میدن و مزایا میدن تا کاری رو انجام بدن در جهت منافع خودشون. برای یه حقوق میگیرن که کارهای هدایت شده ای رو انجام بدن در میان جوامع داخل کشور خودشون و یا خارج از کشور. ولی از موارد بسیار نادری که توی دنیا کمتر دیده میشه این است که بعضی از کشورها پول میدن که نذارن کاری اصلا انجام بشه. این خیلی جالبه. یعنی یک نفری اجیر میکنن، وارد یه تشکیلات، وارد یه کانونی میکنن، وارد یک تشکیلات فرهنگی، هنری، اجتماعی، اعتمادی، سیاسی میکنن که احتمالاً جمع شدن اون افراد مردم اون جامعه رو دور هم پخش و پلا بکنه. اصلا اون آدم اونجاست، اون تشکیلات اونجاست برای اینکه یک حرکت اجتماعی احتمالاً 700 800 نفره 1000 نفره رو تبدیل به 30 نفر بکنه، تبدیل به 20 نفر، تبدیل به 10 نفر بکنه. بعد این وسط اصلا براش مهم نیست که مردم چی میگن، چه اعتراضی بهش میکنن، چه انگایی بهش میزنن، چه ایراداتی بهش میگیرن. این اصلا براش مهم نیست. مهم اینه که این مردم دور هم جمع نشن، مهم اینه که کار فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی انجام نشه، مهم اینه که دور هم نتونن مردم در یک زیر یک صف قرار بگیرن و با هم کار بکنن. و بعد نتیجهش این میشه که عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری اون اجتماع به قول ترکا آچمز میشن یا شطرنج بازار مات میشن، کیش میشن و مرتب سعی میکنن کاری رو انجام بدن ولی اون کار انجام نمیشه بالاخره و یه دی خودکشی میکنن، یه دی معتاد میشن، یه دی مریض میشن میفتن گوشه خونه، یه دی ول میکنن میرن. بعد میگن که بله اون اجتماع، اون جامعه افراد هنرمندش یا افراد فرهنگیش چیز بودن، پیش نرفتن. ولی غافل از این که یه دی این وسطشون بودن که پول گرفتن که نذارن کار انجام شه. به هر حال این مطلب خیلی مهمی بود که من از سر مهم خودم رد شده بود براتون خواستم صحبت بکنم. بنابراین مواظب خودتون باشید. بله 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 بله، میدونم شرمندگان عزیز، میخواستم یه چیز رو عرض بکنم. یه آقا که داره این حرف رو میزنه، یه آقا جرمی، خودش یکی از اوناست، یکی از اوناست که پول میگیره نذاره من کارام انجام بدم، نذاره من حرفامو بزنم، حرفای مهمی که من باید به گوشای نازنین شما برسونم و با شما حرف بزنم، واقعیت ها رو بگم، افشاگری ها رو بکنم، بعد شما رو آگاه بکنم. این آگاهی ها رو این آقا نمیذاره. این میاد مزاحم من میشه، سنگ میندازه، میره چوب میندازه، چوب رو چرخ من میکنه. این چرخایی که من داره هی تون تون میچرخه، همه رو چیز میکنه. حتی بعضی وقتا من کشف کردم یه آقا میکروب تو چای من میریزه، تو میکروب اینجا من میام یه گردایی تو این چای من میریزه که من ساری گنجیش که چی میدونم یه چیز این هم به من میده و من مریض میکنه. خلاصه از این روبای دنباریده هرچی میگی برمیاد. بله خب دیگه چیکار میشه کرد دیگه، این کره زمین پر است از این آدم های مزاحمه مثل این آقای جرمی. باشه نداره، ولی ما الان یه آهنگ گوش میکنیم که خوش باشیم. مرسی. بای.
علی نظری داری؟ خیلی آقای کارمردان خیلی بلده کارگردان چی میدونم هرچی شما خیلی بلدی کار اون آقای قبلیه بود اون یکی جبار آقای جبار خان اصلا بلد نبود یه دونه سکینه فقط برای ما پخش کرد هرچی بشه گفتیم آهنگ خوب پخش کن بلد نبود بله ایشالله برگشتیم به استودیو رفته بودیم یه چای خوردیم آهنگ گیتا خانوم سوسن رو این گیتا فکر کنم که بوزیه از چیزش از آلومش از اون کاسش از این کار زیاد میشه ولی قشنگ بود بالاخره ولی دوست داشتیم که صدای خانوم سوسن رو با صدای خودش بشنویم ببخشید آهنگ خانم سوسن رو با سیبه خودش بشه حالا بعدن استاش از این کارا اتفاق زیاد میفته از این خارج دیگه خارج از این چیزا زیاده بله یکی از این چیزایی که تو خارج خیلی زیاده همینه این از اون ور میداره و از اون ور میداره و از اون میدوزیم از اون میبره اینو اون از اون کپی میکنه این بقبالی این ور با میکنه اون یکی رو بروش میزنه اون یکی نمیدونم سوپرمارکت 24 ساعته میزنه یکی بغلش میزنه خلاصه خب خارج دیگه آزاد کشور آزاد دموکراسی دیگه میتونه آدم هر کاری دلش بخواد بکنه تا زمانی که پاشو رو دوم به قانون نذاره به هر حال یکی از این کارهایی که همجوری داره مثل چی بگم؟ علف اگه بگم یه مقداری سنگین نیست مقرر نیست وقتی غیر سنگین رو توی این برنامه آقای فضول باشی استفاده بکنیم به هر حال حالا مثل هرچی که شما فکر کنید شما میتونید خودتون تجسم کنید تو ذهنتون که مثل چی مثل علف مثلا مثل چی مثل داره روشن میکنه این موضوع سینما و نقد و بررسی توی این شهره یا بابایی یه روزی شروع کرده تو این شهر و برنامه نقد و بررسی و گفتگو راجع به فیلم تو این شهر شروع کرده گذاشته به فیلم نشون میدن و
میشنن دور هم راجع بهش وقتی فیلم تموم شد حرف بزنن. ولی جالب اینه که تو این شهر داره وول میزنه، همینطوری داره مجالس نقد و بررسی سینما یکی بعد از دیگری گشایش پیدا میکنه با اساتید و عوامل بسیار فرهیخته و فرهوخته و فرهنگیخته و این چیزا دیگه. خودتون بهتر میدونید، من کتاب جلوم نیست این لغت ها رو در بیارم بتونم بهش قلوم سلوم بهم خورده شما بدم. و حال این داره در میاد همینطوری دیگه تو تلویزیون و رادیو ها و روزنامه ها و حتی سینما ها، حتی سینمای بزرگ بزرگ از این مجسته. خیلی جالبه که جلسات نقد و بررسی فیلم میذارن و این جالبه. و ما تبریک میگیم به همه عزیزانی که دارن از این آقا کپی میکنن و کپی خوب قشنگه. البته اگه کپی خوبی باشه، کپی اصلی باشه، اشکال نداره. مثلا اسکناس تقلبی و از اسکناس 100 دلاری اگه درست چاپ شده باشه، درست چیز شده باشه، اشکالی هم نداره. خیلی ها این کار کردن تو دنیا، موفق شدن. به هر حال ما که نمیگیم، ولی اونایی که میگن گناش به گردن اونای دیگه. به هر حال میگن که حضرت شکسپیر هم نوشتاش هیچ کدوم مال خودش نیست، همه رو از جمع‌آوری کرده از جاهای دیگه و چیزایی که خاص تونسته کپی کرده اضافه کرده به هم دیگه، به هر حال شده شکسپیر. از این چیزا تو دنیا، از این موضوعا تو دنیا من بکنم زیاد اتفاق میفته، اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. بنابراین ما مخالف نیستیم، ولی ما اینجا وظیفه‌مون اینه که خبرهای هنری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نژادی، قومی، دینی، آینی، نمی‌دونم اینا رو همه رو به خدمت گوش‌های عزیز شما برسونیم. خود شما یکی از اوناشی، یکی از اونایی که همش کپی میکنی و میدوزی و میبری و میاری و میخوری و به منم نمیدی. من حداقلش این که میدونم برای من این کار کردی، این آقای کارمردانم شاهد بوده، اون یکی البته آقای جبار خان، اون آقا هم شاهد بوده که تو با من چیکار کردی، نذاشتی من کارا رو اینجا بکنم. شما خودت یکی از اون چیزا هستی، محتکران هنر و سیاست و اجتماع و اینا هستی که اومدی حالا اینجا میکروفون و میکروفونی گرفتی، نمیذاری من حرفم بزنم، دو ساعت حرف میزنی، هی گوش مردم رو درد میاری، من نمیتونم اصلا حرف بزنم، هنناخ گرفتم من اینجا از بس نتونستم حرف بزنم. شمعندوان عزیز، لاخر شما عدد و من به داد من برسید، تلفن بکنید من 416-250-09-905-882-95-95 تماس بگیریم، من دلم خوش بشه رو کرم با شما حرف بزنم. اینه قهر میکنم میرم. خب حالا یه دونه آهنگ بشنم، یه دونه آهنگ خوب، یه دونه آهنگ خوب بخش ما های کارمردان، ای عجیب ها پخش کن دیگه، مردم منتظرم. دارم دم بره به من بگوی سنگ سبو، تو سبوری یا من سبور؟ La 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 la
خوش باشین عزیزان. بله سنگ صبور باشین. صبور خیلی خوبه. این خیلی این واقعا صبور بودن خیلی از مسائل حل میکنه. امیدوارم که در این بعد از ظهر زیبای یک شنبه که معلوم هم نیست اینطوری بمونه فردا صبور باشین. بله آقای علی نظری رو مردم میخوانن به جایی که بخرن واقعا یعنی واقعا میخوانن میخریدن یعنی یه جوری میخریدن انگار که میخوام بخورن و عاشق این صدای نازنین علی نظری بودن. بعدم از هر کوی و برزنی صداش میومد بیرون. گرامایی بود به نام گرام تپاز. مردم این صفات رو گرامای تپاز گوش میکردن. وقتی این گرامای تپاز بلندگوش جدا میشد و آویزون میکردن مثلا رو بالکنشون یا تو حیاتشون یا سر درختشون و این صدا میپیچه تو محله خیلی جالب بود. بعد من یادم این که بچه بودم عاشق شده بودم بعد عشقم رفته بود از اون. بعد این سنگ صبور با هم یه سنگ صبور خیلی بود.
آقای جرمی، من فکر نمی‌کنم اصلا شما قلب و دل داشته باشین که عاشقم شده باشی. شهروندگان عزیز، اینا حرفی که میزنه باور نکنین. ایشون از این سرکردش معلومه که اصلا دلم نداره چی میسی که عاشق باشه، باورش نکنین. حالا من اگه بگی بله من عاشق شدم، منم بچه که خیلی عاشق شده بودم، خالصه خیلی این آقای علی فضلی رو من دوست داشتم. این میخون انگار که من دلم رو میکشیدم، انگار دلم داشت پاره پاره میشون. بله این آقا اصلا اینا سرش نمیشه. این آقای علی نظری من خیلی دوست داشتم. من فکر کنم بازم میگم که این آقای کاربردان بازم پخش میکنه برام. بله مرسی آقای فوزل باشی، شما از بس کارت خرابه که این آگهی هم که برات نوشتم تو این روزنامه ایران استار یه بیزی کشیدن و فقط نمیشه یک فوزل باشی اگه حرف درستی داشتی بزنی، مطمئنم که آگهی بهتری برای تخاب میکردن مثل دوستان عزیزه. بنابراین اینجوری حالا میخواییم که به یک آگهی تجارتی توجه کنیم. آیا کارگردان میشی آگهی به یک موزیک پخش کنیم که ما بتونیم یک آگهی تجارتی بخونیم برای شرمندگان عزیز؟ آه این شیر چی آوردیم توی این استودیو قربون؟ یه آهنگ پخش کنیم ما بتونیم این یه زیر ببخشیم اینجا این چیزی این حیات بقیه ما چیز باغ و وحش خیلی معذرت میخوام آپارتمان بقیه اینا طرفدار حیوانات هستن. یه آهنگ پخش کنیم ما بتونیم آگهی تجارتی پخش بکنیم اینجا برای دوستان عزیز شنونده. هر شب و روز با صدای روز، پیام آشنا برنامه زنده، تهیه و اجرا حسین فرهانی. هر سه شنبه و هر جمعه از ساعت 7:30 تا 9:30 بعد از ظهر. تلفن ارتباط مستقیم با استودیو 416-250-0905-882-95-95. عنوان مطالب بررسی مسائل روز و مورد پرسش شرمندگان. خیلی متشکرم آقای او بله آگهی بعدی رو چشم کنید. هر شب و روز با صدای روز چنته، برنامه زنده با شما و در کنار شما. تهیه و اجرا حسین افصحی. هر دوشنبه از ساعت 7:30 تا 9:30 بعد از ظهر. هر شنبه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر. تلفن ارتباط همونی که قبلا گفتیم. بله هر شب و روز با صدای روز، پیام زن، برنامه زنده، تهیه و اجرا فرح آریا و پوریا منجزی. هر چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 9:30 بعد از ظهر. تلفن اطلاعات مستقیم رادیو 416-250-0905-882-95-95. عنوان مطالب نگاهی به مسائل و موقعیت زن در جامعه، پیام زن. هر شب و روز با صدای روز، گفتمان سیاسی، برنامه زنده، تهیه و اجرا
شاه رخ ماینی هر شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر، پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 9:30 بعد از ظهر. تلفن اطلاعات 416-250-09-05-882-95-95. عنوان گفتمان روش مبارزه همبستگی و نجات ملی اشاره های سیاسی و اجتماعی. Stay with me, Sakine. Stay with me, Sakine. No. Stay with me, Sakine. Stay with me, Sakine. No. I said my hobby was all while I was solo. اسم نگاه تو خیلی قشنگه سکینه کنار دریا نشسته ها با ماهی ها نگاه میکنم ماهی ها میزنم با یاد تو میفتم سکینه تلفن چنده؟ وقتی که اون روش پیران گرگولی برد خریده خواهیم بود با جای تشکر لگمان لگت زدی تو سکینه ولی I tell you بازم stay with me سکینه because I love you, Sakine. حال با من گذشتم کافر شد شکر کردی تو با من توف کردی توف کردی توف Sakine stay with me, Sakine. I put my hand in your hands, Sakine. Oh, Sakine. Mohan. Ajabo, Mohan. In all my manner, give him into a sabah. منم از این سکین ها داشتم از این سکین ها داشتم همین کارا با من بیدن Stay with me سکینه Please stay with me سکینه Cause I love you سکینه Stay with me سکینه Stay with me بله و شنوندگان عزیز در روز یک شنبه عصر 5:05 ببخشید که ما شماره وقت داریم امنین کردیم با این آهنگ زیبای برمانتی که سکینه من تنها جایی که با این آقای فوزی باشی واقعا تفاهم دارم در غم این سکینه است من هم سکینه مثل همین سکینه که آهنگ پخش کرد داشتم به هر حال امیدوارم که سکینه های شما بهتر از سکینه های این آقای خواننده و ما باشه حرفای ما رو خیلی جدی نگیرید یعنی دنبال اثبات و نمیدونم تحقیق و اینا نرید برای اینکه این حرفا رو این آقای
فوزلباشی فوزول فوزولخان فوزلباشی ارادتمند من مثل از کجا میره گیر میاره و بعدش هم میده جلو. بله پس خیلی چیز نکنیم ولی خنده معجزات خنده مطلبی رو من البته من که نگاه فوزلباشی آورده که رو من گذاشته بوده اینو بخون که مردم بخندن. من گفتم خب مردم دلشون میخواد میخندن، دلشون میخواد نمیخندن، هر جوری خواستن میخندن، هر جوری خواستن نمیخندن. آخه این که گفتن نداره. گفت نه اینو منم از رو میخونم برشون، از یکی از ورقپاره های کاغذ افتاد. اجازه بگم کاغذ برد بله، کاغذی که میخواستم بخونم افتاد. برقار این مطلب میگه که معجزات خنده. خنده زبان مشترک همه جهانیان است. خنده با بازدم انجام میشد و این کار باعث میگردد که گاز کربونیک از خون خارج شده و احساس خوبی ایجاد. خنده هورمون چی؟ سروتونین. آقا سواد نداری؟ نیا پشت این میکروفونو بشین. این بانکیترها رو این بانکیترها کامپیوتر جانم کامپیوتر هرچی میخواد باشه با ما مربوطی نیست. این بانکیترها رو اشغال کردی، این میکروفونها رو اشغال کردی، سواد نداری، بلد نیستی، بذار من بخونم، نمیتونی برو بیرون. اگه شما اجازه بفرمایین. بله میکنم، مرسی. به حال یه چیزی هست که تو هورمون حالا هرچی هستش اینا افزایش میده و احساس سرخوشی ایجاد میکنه. میگه خنده تعداد ضربان قلب رو کاهش میده و در سلامتی موثره. خب با این حساب من فکر کنم باید محاسبه کرد که به اندازه بخندیم، چون اگه قرار باشه زیادی بخندیم و ضربان قلبمون کاهش پیدا کنه، اگه خیلی خیلی بخندیم خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. بنابراین وقتی اگه خیلی خیلی این ضربان قلب کاهش پیدا کنه، خدا نکرده ممکنه که این کاهش باعث نیستش بشه، یعنی قلب وایسه دیگه، ممکنه هی کاهش. خب پس به اندازه بخندیم. چون مثلا خیلی دهنمون شد باز نکنیم، خیلی مثلا باز بخندیم، نمیدونم، به هر حال مواظب باشیم. میگه خنده قدرت یادگیری رو افزایش میده. پس حتما چیز اینا که خیلی یاد میگرفتن حتما باید زیاد میخندیدن دیگه. من فکر کنم اینجوریه، مثلا اینشتین فکر کنم صبح تا شب میخند، مرتب کارش خنده بوده. مرتب فکر کنم ما اینجا باید بخندیم که افزایش پیدا کنه این یادگیریمون. خنده به خاطر انبساط عروقی ترمیم بافت های آسیب دیده را تسهیل می نمد. این حالا نه نوشته که من دارم می کنم یا آقای فوزلباشی من از کجا پیدا کرده آورده، نه گوینده داره، نه نویسنده داره، نه مترجم داره، نه همونطور که قبلا گفتم ایشون هم هر جور دلش بخواد هر چی رو از مطلب بیاره. به هر حال من نمیدونم چجوری رفتن اینا پیدا کردن که خندیده بعد بافتاش و اینا رو پیدا کردن که آسیب دیده هاش تسهیل پیدا کرده. پس حتما کسانی که خدایی نکرده زبونم بسته اینا که پس سرطان مثلا میگیرن بافتایی بخواهم بافتش تر میکنم بخواهم خندن حتما بهتر میشن. از بیماری زخم معده و اثناعشر جلوگیری میکنن. باش خنده کلسترول. آقا کلسترول خانم بله کلسترول خون رو کاهش میده. این خیلی جالبه اینا که مسئله کلسترول دارن بهتره که اگه همنشین غمگینی دارن یا زن و شوهری هستن که به هم زیاد آزار میدن و غم و غصه و اینا زیاده، بهتر که جدا بشن و برن یکی پیدا کنن که بخندونشون و کلسترولشون بیاد پایین. به هر حال خنده در پیشگیری از سکته قلبی و مغزی بسیار موثر است. خیلی جالبه، خنده است پس خیلی چیزا رو درست میکنه. اصلا پس معلومه که اینطور که اینجا ما داریم میخونیم خنده درمان همه درد است. آقای کارگردان شما الان پخش نکنید من به شما میگم، ولی لطفا یه آهنگی که خنده دار باشه یا
خنده توش داشته باشه یا یه چیزی که خلاصه قلقلک بده عزیزان ما رو که صدای ما رو شاید احتمالا میشنوند. در حال ما هیچ وقت نمیدونیم که شنونده داریم و نداریم. فکر نمیکنم یه آقای فوزیل باشه رو کسی یاده باشه گوشش خراش بده کنه. در حال الان پخش نکنیم، ولی نگه دارید این آهنگو وقتی این مقاله مهم خنده تموم شد که آقای فوزیل باشه اومده با چیز با سرم فلان آورده به من داده و خنده